سلام به دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به آشپزخانه فریبا خیلی خوش اومدید. امروز قراره که در کنار هم یه سوپ براکلی پنیری خیلی خوشمزه رو آماده کنیم. برای این کار احتیاج داریم به براکلی، هویج، پیاز، کره، پنیر چدار، پنیر پارمژان، آرد سفید، خامه، آب مرغ، پودر سیر، آویشن، پودر فلفل سیاه و نمک. یه دونه پیاز متوسط رو نگینی خورد میکنیم. دو تا هویج متوسط داریم. بعد از اینکه پوستش رو گرفتیم، اونها رو به صورت حلقه‌ای نازک خورد میکنیم. حالا داخل یه قابلمه دو قاشق غذاخوری کره میریزیم، پیاز و هویج خرد شده رو بهش اضافه میکنیم و حدود 5 دقیقه با حرارت متوسط اونها رو تفت میدیم. بعد از اینکه پیاز و هویج رو برای 5 دقیقه تفت دادیم، حالا نوبت اضافه کردن آب مرغ میرسه. 4 لیوان آب مرغ رو من از این چیکن برات استفاده میکنم آماده. 4 لیوان آب مرغ رو بهش اضافه میکنیم. اگر آب مرغ در دسترس ندارید، میتونید از قرص عصاره مرغ هم استفاده کنید. به این ترتیب که 2 تا قرص عصاره مرغ رو با 4 لیوان آب جوش حل میکنید و بعد داخل قابلمه اضافه میکنید. یک قاشق چایخوری پودر سیر هم بهش اضافه می‌کنیم. 1/2 قاشق چایخوری فلفل سیاه و 1/4 قاشق چایخوری آویشن. حالا می‌ذاریم که آب قابلمه به جوش بیاد. ۶۰۰ گرم براکلی رو باید خرد کنیم به این ترتیب که ساقش رو ازش جدا می‌کنیم و اونها رو ریز میکنیم. وقتی که آب قابلمه به جوش اومد، براکلی خرد شده رو بهش اضافه میکنیم. در قابلمه رو میبندیم و با حرارت متوسط رو به ملایم میذاریم برای 20 دقیقه سبزیجات کاملا پخته بشن. بعد از 20 دقیقه سبزیجات کاملا پخته و نرم شدن. حالا به اندازه 1 پیمونه از سبزیجاتمون رو برای آخر کار کنار میذاریم. حالا بقیه موادمون رو با گوشکوب برقی و یا با غذاساز اونا رو به صورت پوره در میاریم. حالا 3 قاشق غذاخوری آرد سفید گندم رو داخل یک کاسه میریزیم. 1/2 لیوان خامه بهش اضافه میکنیم. میتونه خامه 35% باشه. حالا اونها رو خیلی خوب با هم مخلوط میکنیم تا صاف و یه دست بشه. حالا مخلوط خامه و آرد رو داخل قابلممون اضافه میکنیم و حدود 4-5 دقیقه با حرارت خیلی کم اون رو به طور پیوسته پشت سر هم میزنیم تا غلیظ بشه. بعد از حدود 4-5 دقیقه سوپ به این اندازه غلیظ شده. حالا حرارت رو خاموش میکنیم و قابلمه رو کنار میذاریم. حالا به سوپمون 1 پیمونه پنیر چدار که رنده کردیم اضافه میکنیم و همینطور 1/2 پیمونه پنیر پارمژان رنده شده. حالا سوپ رو خیلی خوب هم میزنیم تا کاملا پنیرها داخلش ذوب بشه.
بعد از اینکه پنیرها داخل سوپ کاملا حل شدن، نوبت اضافه کردن یک پیمون سبزیجاتی هستش که از قبل اون رو کنار گذاشته بودیم. اون رو توی این مرحله اضافه میکنیم و با بقیه سوپ مخلوط میکنیم. نمک سوپ رو هم تو این مرحله میچشیم. اگر احتیاج به نمک بیشتری داشت بهش نمک اضافه میکنیم. من یه مقدار نمک خیلی کم بهش اضافه میکنم چون معمولا پنیر شور هست و زیاد احتیاجی به نمک نداریم. خب دوستان عزیزم، سوپمون هم آماده شد. یک سوپ فوق‌العاده خوشمزه و بی‌نظیر. عطر و مزه این سوپ واقعاً عالیه. امیدوارم که شما هم این سوپ خوشمزه رو آماده کنید و مطمئنم که از خوردنش لذت میبرید. لطفاً ویدیوهای من رو بین دوستان و آشنایانتون به اشتراک بگذارید. سابسکرایب رو فراموش نکنید. زنگوله رو فشار بدید تا از برنامه‌های بعدی من مطلع بشید. خیلی دوستتون دارم. تا یک برنامه دیگه و یک غذای دیگه، خدا نگهدار.